وزیر خارجه آمریکا به پیونگیانگ و برگزاری اولین نشست با کیم یونگ چول مذاکره کننده کره شمالی. نشست گروه 4 به علاوه 1 در وین و گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران. آغاز جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا در هاید پارک لندن. درود بر شما. عصر تابستانیتون بخیر. من شهرام بهرامی با اخبار شامگاهی همراه شما خواهم بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبر کره شمالی امروز وارد پیونگیانگ شد. هدف از این گفتگوها پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی و آریسازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای است. آقای پومپو از طرف پرزیدنت ترامپ مأموریت دارد بر اجرای وعده‌های ماه گذشته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدار با پرزیدنت ترامپ در سنگاپور نظارت کند. گیتا آریان در وزارت خارجه با ماست. گیتا، جلسات شروع شده؟ جلسات شروع شده شهرام. اولین نشست همونطور که گفتی با کیم یونگ چول، فرد دست راست رهبر کره شمالی بود که خود آقای چول آمد در فرودگاه و به فرودگاه و از آقای پامپئو و هیئت همراهش استقبال کرد. همراهان آقای پامپئو خب طبیعتاً متخصصین و کارشناسان وزارت خارجه در رابطه با کره شمالی هستن، از CIA، از وزارت دفاع و همینطور از شورای امنیت ملی کاخ سفید هستن. این بار در مقایسه با دو دفعه قبل که آقای پامپئو در کره شمالی بود، این بار یک روز و نیم اونجا خواهد بود و جلسات بسیار فشرده و پشت سر هم متعددی خواهند داشت. فقط هنوز 100% نیست که آقای پامپئو حتما با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات خواهد کرد، اما آقای پامپئو در راه کره شمالی از هواپیما با پرزیدنت ترامپ که عازم یکی از ایالت‌های آمریکا بود، او هم در هواپیما با هم در این زمینه صحبت کردند. آقای پامپئو انتظار داره که در این یک روز و نیم گفتگو کره شمالی یک سری اقدامات واقعی رو قبول بکنه، یک و منجر بشه به یک سری تغییرات واقعی. آقای پامپئو توییت کرد در راه که بود که راه دشواری در پیشه، اما صلح ارزش اون رو داره. و اینکه در گفتگوش صحبتش با پرزیدنت ترامپ گفته بوده واقعا معتقده که رهبر کره شمالی آینده خوبی برای کشورش میخواد و اینکه امیدوار هست که این مذاکرات نتیجه بده و نتیجه هم خلع سلاح کامل کره شمالی و اینکه قابل راستی آزمایی باشه و اینکه دیگه راه قابل بازگشت برای این امر نباشه. به هر حال قرار است آقای پامپئو بعد از کره شمالی بره ژاپن، اونجا با همتایان خودش در همین زمینه صحبت‌هایی بکنه و نتیجه گفتگو رو بگه. شهرام، گیتا، حالا این سوال منم لطفا جواب بده. آیا میشه انتظار داشت که آقای پومپئو با حرفی نوشته یا برگ مثبت و برنده پیونگیانگ رو ترک کنه؟ یک چیز رو شاید انتظارش بشه داشت، این هستش که بقایای سربازان آمریکایی که در جنگ کره کشته شدن رو بتونه نهایی بکنه. به این دلیل هست که از وزارت دفاع هم با ایشون همراه هستن. شهرام. گیتا آریان در وزارت خارجه، ممنون از گزارش تو. وزرای خارجه سه کشور اروپایی همراه با روسیه و چین روز جمعه با همتای ایرانی خود در وین اتریش دیدار کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دو توییت پیاپی که در بردارنده اطلاعاتی از فعالیت‌های تخریبی جمهوری اسلامی ایران و گروه نیابتیش حزب الله در اروپا است، به مقامات این قاره گوش زد کرد که در گفتگوهایشان با مقامات ایرانی این موارد را به آنها یادآوری کنند. دیدار وزرای خارجه گروه موسوم به 4 به علاوه 1 دو ماه پس از آنکه پرزیدنت ترامپ از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج شد صورت می‌پذیرد. این کشورها تلاش دارند که با ارائه بسته پیشنهادی خود به جمهوری اسلامی ایران آسیب‌های اقتصادی خروج آمریکا از برجام را کاهش داده و با این کار تهران را به ماندن در برجام متقاعد کنند. گزارشی از فرهاد پولادی.
آقای پامپئو در توییت‌های خود نوشت که رژیم ایران برای جهان رنج و مرگ را به ارمغان آورده است. این رژیم با تامین مالی خود موجب قتل‌های سیاسی، بمب‌گذاری و دیگر اقدامات تروریستی در اروپا شده است. امیدوارم که مقامات اروپایی این مسائل را به روحانی و ظریف طی سفرشان به اروپا یادآوری کنند. دیپلمات ارشد واشنگتن با ارائه دو نقشه اقدامات تروریستی ایران پس از انقلاب 1357 و حزب الله لبنان از بد به تشکیلش در سال 1361 در اروپا را نشان داده است. این پیام از سوی آقای پامپئو همزمان با آغاز دیدار وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در برجام موسوم به 4+1 منتشر شده است. ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه ساعتی پیش از شروع دیدار در گفتگو با رادیو RTL به ایران هشدار داد که تهدید نکند که در صورت عدم دریافت مشوق‌های اقتصادی از برجام خارج خواهد شد. دیپلمات ارشد فرانسه با اذعان به اینکه ایران نمی‌تواند به همه خواستهایش برسد، افزود که شکست برجام شکست همه است. ما تلاش داریم که پیشنهادات خود را پیش از آغاز تحریم‌ها در ماه اوت، نیمه مرداد ماه ادامه بدهیم. البته شاید برای این سری از تحریم‌ها دیر باشد، اما شاید بتواند برای تحریم‌هایی که از نیمه آبان ماه اجرایی می‌شوند به کار آید. در کل ما تلاش داریم که جلوی دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را بگیریم. دستیابی ایران به سلاح اتمی به بی‌ثبات کردن منطقه کمک می‌کند، حتی به بی‌ثباتی جهان. هایکو ماس همتای آلمانی وزیر خارجه فرانسه در بعد به ورودش گفت که ایران باید به محدودیت‌های بسته پیشنهادی اروپا واقف باشد. ایران باید بداند که ما نمیتوانیم کاملا ضرر خروج برخی از شرکت‌های اروپایی را که نمیخواهند تحت تحریم آمریکا قرار گیرند جبران کنیم. ما به شرکت‌هایی که بنا دارند بمانند مشورت خواهیم داد. همچنین تلاش داریم که مسیر پرداخت قراردادها را در چارچوب تمدید مجوزهای شورای امنیت باز نگه داریم. با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا وضعیت دشوار شده است و می‌خواهیم به ایران بگوییم که خروج آنها از برجام وضعیت اقتصادشان را بدتر خواهد کرد. در همین زمینه وزرای خارجه روسیه و چین در وین و پیش از ورود به جلسه 4+1 دیدار کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این دیدار اذعان کرد که با خروج آمریکا از برجام وضعیت این توافق پیچیده شده است. مثل همتای چینی هم ما بنا داریم که برجام کاملا اجرا شده و زنده نگه داشته شود. وضعیت اما پیچیده شده است. به هر حال ما و چین به حفظ این توافق که از پشتوانه مقررات بین المللی و قطعنامه شورای امنیت برخوردار است متعهدیم. پرزیدنت ترامپ در اردیبهشت به عنوان اینکه توافق برجام در چارچوب منافع آمریکا نیست از آن خارج شد. با این خروج تحریم‌های آمریکا دوباره اجرایی خواهد شد. براین هوک مدیر بخش سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا ابتدای هفته جاری گفت بخش اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران که شامل تحریم بخش خودروسازی، تبادل طلا و دیگر فلزات می‌شود از 13 مرداد ماه و تحریم‌های نفتی و تبادلات بانکی نیز از 4 نوامبر یا همان 13 آبان ماه اعمال می‌شود. فرهاد پولادی، صدا آمریکا. کره جنوبی در ماه جاری میلادی خرید نفت خود از ایران را متوقف کرده است. یک منبع آشنا با ترتیبات انتقال نفت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است کره جنوبی زیر فشار قرار داشت تا از خرید نفت ایران خودداری کند. به گزارش رویترز، قطع خرید نفت ایران از سوی کره جنوبی در حالی است که این کشور سرگرم مذاکره است تا از ایالات متحده اجازه خرید نفت از ایران را بگیرد. در دور قبلی تحریم‌های نفتی علیه ایران توسط آمریکا، برخی از کشورها اجازه یافتند تا حدودی به واردات نفت خود از ایران ادامه دهند. یک منبع تجاری دیگر به خبرگزاری رویترز گفته است ژاپن، یکی دیگر از خریداران عمده نفت ایران در آسیا، فعلاً تا ماه سپتامبر به واردات نفت خود از ایران ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است کشورهای خریدار نفت ایران از 4 نوامبر 13 آبان ماه باید تمام واردات نفتی خود از این کشور را متوقف کنند. ایران به طور متوسط در 5 نخست سال جاری میلادی روزانه حدود 1,700,000 بشکه نفت به 4 کشور آسیایی هند، چین، کره جنوبی و ژاپن صادر کرده است. صادق قیصری روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال گذشته در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم در خیابان پاسداران بازداشت شد، توسط دادگاه انقلاب تهران به 7 زندان، 74 ضربه شلاق و 2 از ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات و 2 ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است. صادق قیصری که این حکم سنگینش توسط قاضی صلواتی صادر شده، در طول دادرسی امکان معرفی وکیل برای دفاع از خود را نداشته است. او گفته است از درویشان نیست و فقط برای تهیه گزارش
به منطقه پاسداران رفته بود و نقشی در حوادث منطقه نداشته است. صادق قیصری در تماس با نزدیکانش اعلام کرده که بر اثر ضربات وارد شده به سر خود در زمان بازداشت وضعیت جسمانی خوبی ندارد و نیازمند خدمات درمانی است و چندین بار در خواب دچار حملات عصبی شده است. یکی از غواصان امدادگر در عملیات نجات 12 پسر نوجوان عضو تیم نوجوانان فوتبال تایلند و مربی آنها که در غاری در شمال آن کشور حبس شدند به علت کمبود اکسیژن درگذشت. مقامات تایلند میگویند ساماران پونان که جان خود را در این عملیات از دست داد عضو پیشین گروه ویژه نیروی دریایی آن کشور بود. شرایط در محیط داخل غار بسیار سخت است. وقتی افسر سامارن در راه برگشت بود بیهوش شد. افسر همراه او به کمکش رفت اما او به هوش نیامد. عملیات کمک رسانی و احیای او پس از رسیدن به ستاد عملیات هم نتیجه نداد و او را به بیمارستان فرستادیم. کشته شدن این امدادگر اولین واقعه مرگبار در حدود 2 هفته عملیات نجات نوجوانان و مربی آنهاست که در پی بالا آمدن سطح آب در ورودی غاری در شمال تایلند ناشی از سیلاب و بارندگی شدید گرفتار شدند. با تلاش امدادگران و ارتش تایلند کلیه محبوس شدگان 3 روز قبل زنده در این غار پیدا شدند. با پیشبینی بارندگی های بیشتر و احتمال بالا آمدن سطح آب در داخل غار، مقام‌ها در پی یافتن راه‌حل‌های دیگری برای بیرون آوردن محبوس شدگان در غار هستند. پلیس بریتانیا می‌گوید تحقیقات درباره ماده سمی که موجب مسمومیت یک زوج بریتانیایی در جنوب آن کشور شده است، ادامه دارد. این زوج چند روز قبل در حال بیهوشی در نزدیکی محلی پیدا شدند که چند ماه قبل جاسوس سابق روسیه و دخترش نیز بیهوش در آنجا پیدا شده بودند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیروز گفت پلیس در تحقیقات در این باره هیچ نقطه ابهامی باقی نخواهد گذاشت. مسمومیت زوج بریتانیایی ناشی از ماده سمی اعصاب موسوم به نوویچوک است که ماده ای از مواد سمی است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق تولید می‌شد و در هیچ کشوری خارج از روسیه وجود ندارد. زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در گزارش خود می‌گوید این دو پرونده موجب تنش بین بریتانیا و روسیه شده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا به صراحت روسیه را در پرونده مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روسیه و دخترش مسئول معرفی کرده است. آنها توسط ماده سمی اعصاب که اثر آن در ورودی خانه آنها در سالزبری در جنوب انگلستان پیدا شده بود مسموم شدند. روسیه قاطعانه هر گونه دخالتی در این پرونده را انکار می‌کند، اما حالا زن و مرد دیگری در نزدیکی همان محل با همان ماده سمی مسموم شدند که هیچ ارتباطی به روسیه ندارند. مشاهده 2 نفر دیگر که از نوویچوک در بریتانیا مسموم شدند موجب نگرانی پلیس شده است. مطمئنم پلیس هیچ نقطه ابهامی را در این تحقیقات باقی نخواهد گذاشت. پلیس میگوید این زوج 46 ساله بریتانیایی هدف حمله شیمیایی قرار نگرفته بودند، اما تصادفاً از بقایای باقی مانده از ماده سمی نوویچوک مسموم شدند. مقام‌های بریتانیایی از مسموم شدن 2 نفر دیگر از همان ماده سمی به خشم آمدند. کاملاً غیرقابل قبول است که شهروندان ما تصادفاً و یا عمدن در خیابان‌ها، پارک‌ها و یا شهرهایمان هدف حملات شیمیایی قرار گیرند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌گوید لندن از این پرونده‌ها برای دامن زدن به تنش بین غرب با روسیه استفاده می‌کند. روسیه می‌گوید آماده است در تحقیقات درباره این پرونده‌ها شرکت کند. یک کارشناس بریتانیایی میگوید روسیه اگر میخواهد کمک کند باید اطلاعات درباره چگونگی عملکرد نوویچوک را در اختیار ما قرار دهد، زیرا ما ترکیب این ماده سمی را نمیدانیم و نمیدانیم چگونه پس از 4 ماه هنوز به شدت سمی است. نوویچوک از گازهای شیمیایی مانند سارین کشنده تر است و شناسایی آن نیز دشوارتر است. این ماده سمی از راه پوست و یا تنفس جذب می شود و بر سلول های اعصاب که ماهیچه ها را کنترل می کنند اثر می گذارد. زمانی که نوویچوک بر ماهیچه های قلب اثر بگذارد معمولاً به مرگ منجر می شود.
مایک پومپئو در پیونگ یانگ اولین نشست خود را با نماینده ویژه کره شمالی در مورد خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره برگزار کرد. محمد جواد ظریف در وین با وزرای خارجه کشورهای 4 به علاوه 1 در مورد سرنوشت توافق اتمی برجام دیدار و گفتگو کرد. مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه در مرحله 1/4 نهایی امروز با برگزاری 2 دیدار دو نماینده نیمه نهایی خود را خواهد شناخت. و در ادامه همین بخش خبری، کشف اسکلت چندین انسان در پرو متعلق به تمدن اینکاها. ادامه خبرها. در پی اعمال میلیاردها دلار تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین توسط آمریکا، چین روز جمعه گفت پکن مجبور است دست به اقدامات متقابلی بزند. پرزیدنت ترامپ 25% تعرفه گمرکی بر بیش از 800 محصول وارداتی از چین اعمال کرده است که از امروز جمعه به اجرا گذاشته شده است. وزارت بازرگانی چین هنوز هیچ گونه اطلاعاتی درباره اقدامات متقابل خود ارائه نکرده است. افزایش تنش تجاری بین آمریکا و چین موجب نگرانی برخی از مقامات بانک مرکزی آمریکا شده است که میگویند این تنش به سرمایه‌گذاری خارجی که به رشد اقتصادی کمک می‌کند آسیب می‌رساند. پرزیدنت ترامپ با استعفای ناگهانی مدیر سازمان محیط زیست آمریکا موافقت کرد. آقای ترامپ در توییتی ضمن تقدیر از خدمات اسکات پروئیت، معاون او، آندرو ویلر را به سمت سرپرستی این سازمان تعیین کرد. آقای پروئیت در نامه استعفای خود به پرزیدنت ترامپ نوشت حملات بیوقفه علیه او و خانواده‌اش منجر به تصمیم او برای استعفا شده است. مقامات فدرال سرگرم تحقیق درباره ادعاهایی هستند که علیه پروئیت عنوان شده است، از جمله سوء استفاده‌های مالی. همزمان با افزایش کم سابقه دمای هوا در نیمکره شمالی، CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا تدابیر پیشگیری و مقابله با گرمازدگی را روزآمد و برای عموم منتشر کرد. CDC می‌گوید در موج اخیر گرما در اثر بی‌توجهی به توصیه‌های جدید و ملزومات ایمنی، 6 نفر در دمای بین 29 تا 33 درجه سانتیگراد جان خود را از دست دادند. همکارم دکتر شیده رضایی همچون همیشه در استودیو با جزئیات بیشتر با ماست. در مورد توصیه‌های بروز شده و دلیل تغییر اونا برامون توضیح بده شیده. به مهمترین توصیه‌ها همچنان نوشیدن مایعات فراوان، دوری از آفتاب مستقیم، کم کردن زمان سپری شده در محیط باز وقتی که هوا بالاتر از 33 درجه سانتیگراد یا در واقع دقیقش 39 درجه سانتیگراد و افزایش دانش و آگاهی خودمون، اطرافیانمون نسبت به نشانه‌های گرمازدگیه، چه موقع شروع داره میشه، این اتفاق داره میفته. البته با توجه به سن و جنس و شرایط جسمانی آدم‌های اطراف، همیشه کسایی که زیر 5 سالن، بالای 65 سالن یا مریض و بیمار هستن، بیشتر خطر گرمازدگی درشون وجود داره. پس میگیم وقتی میگم 32.9 یا 33 درجه، همین الان که میمدیم تو استودیو من چک کردم، در واقع هیچ جای ایران، با وجود که الان دیگه به سمت غروب داریم میریم، هیچ جا زیر 32 درجه نبود. پس هوای ایران هوای گرمیه. تمام این توصیه ها رو باید مردم بهش عمل کنن. مشاهده نشانه‌ای که خیلی مهمه تا میبینیم، پوست گرم و خشک، نبض پر و تند، احساس سردرد و سردرد ضرباندار و سرگیجه است و این انقباض عضلانی محکم و حالت قش و در واقع گیجی و کانفیوژنه. اگه اینا رو دیدین، اینا علامت نشانه های گرمازدگی هم. منتظر تشنگی نباشین، هیچ اون علامتش نیست. و دلیلی که شما سوال کردین، یعنی تشنگی خیلی قبل از اینا منظورم ظاهر شده، دلیلیش که سوال کردین چرا این گرمایش کره زمین، بالا رفتن میانگین درجه حرارت کره زمین اصلی ترین دلیلشه، ولی جبهه هوای گرم و بادهای گرمی که میوزه تحمل گرما رو سخت‌تر کرده. ما تو خبرها الان همین الان من خودم خوندم که 6 نفر بر اثر گرمازدگی فوت کردن. دلیل مرگ اینها در واقع بر اثر گرمازدگی دقیقاً چی بوده؟ ببین، این افراد 4 تاشون در فضای باز کار میکردن و کارشون با توجه به اینکه گرما رو تعدیل کرده بودن براشون، زیر 29 میخواستن نگرشون دارن،
فعالیت فیزیکیشون بالا بوده. فعالیت فیزیکی از عواملی که باید بهش دقت کنیم، درجه حرارت بدن رو میبره بالا. دو نفرشون بیرون یعنی کار نمیکردن، فقط بیرون بودن. اونها لباسشون زیاد بوده. تو ایران که مجبوری روپوش و روسری و مقنعه کنیم، حتما اینو حساب کنین که لباس زیاد باعث گرمازدگی میشه تو هوای گرم. بسیار متشکرم دکتر شیده رضایی. دانشمندان آمریکایی از هوای خشک صحرا آب تولید می‌کنند و تنها انرژی که برای این کار لازم دارند از خورشید تامین می‌شود. برگردان گزارش استیو باراگونا، خبرنگار صدای آمریکا. حتی خشک‌ترین هوا در صحرا حامل رطوبت است. مشکل اما در گردآوری آن است. کاری که در این جعبه در دانشگاه برکلی کالیفرنیا انجام می‌شود. The key component of this device is the عنصر کلیدی این پودر است. ما آن را ساختار ارگانیک فلز نام داده ایم. آنچه این پودر را مهم می‌سازد ساختار مولکولی آن است. Within this framework there is empty space. در این ساختار فضای خالی وجود دارد و یک مولکول گاز مانند بخار آب می‌تواند داخل آن شود و در آن باقی بماند، مانند یک اسفنج است. جعبه حامل این پودر شبانگاه در صحرا قرار می‌گیرد و پودر رطوبت هوا را جذب می‌کند. این جعبه سپس در روز در یک جعبه پلکسیگلاس در زیر آفتاب قرار می‌گیرد. حرارت خورشید موجب آزاد شدن رطوبت می‌شود که به شکل بخار بر روی پلکسیگلاس می‌نشیند. We see the fog formation about after 30 minutes to an hour. Then the fog formed on the side walls. بین 30 دقیقه تا 1 ساعت ما بخار را می‌بینیم. بخار بیشتر شده و به شکل قطره‌های کوچک در میاد. وقتی قطره‌ها بزرگ شوند به ته جعبه ریخته و در آنجا جمع می‌شوند. نتیجه آبی تازه و خالص است. هر کیلوگرم این پودر می‌تواند 175 میلی لیتر آب تولید کند. به عبارتی یک لیوان کوچک آب. مزیت این دستگاه عدم نیاز آن به برق است و میتواند در صحرا و فقط با نور خورشید کار کند. انتظار میرود نوع تجاری آن در 2 تا 3 سال آینده به بازار معرفی شود. باستانشناسان در گورستان باستانی در شمال پرو اخیراً 14 اسکلت انسان را کشف کردند که گفته میشود متعلق به اعضای یک خانواده سرشناس است که 500 سال پیش در زمان تمدن اینکاها میزیستند. منطقه توکوم در 800 کیلومتری شمال لیما پایتخت پرو. باستانشناسان در گورستانی در این منطقه در مجموع تاکنون 23 اسکلت مرد و زن را که در پارچه پیچیده شده بود از خاک بیرون آوردند. مقبره این افراد به شکل چکمه بوده و اغلب آنها به شکل نشسته دفن شده بودند. Hemos encontrado 18 entierros. ما 18 محل دفن را کشف کردیم که 3 مورد مقبره هایی به شکل چکمه بوده و 3 اسکلت با پوشش دفن شده بودند. تا کنون 4 اسکلت را پیدا کردیم که در پارچه پیچیده شدند. یکی از پوشش ها مانند لحافی است که ما در زندگی روزمره استفاده می کنیم. در کنار این اسکلت ها ظرف های سفالی، جواهر و ابزار چوبی از جمله وسایل پارچه بافی یافت شده است که این باور را ایجاد کرده که این افراد از خانواده های سرشناس بودند. گفته می شود توکوم در سال 1100 میلادی بنا شده و آخرین پایتخت عمده تمدن سیکان ها بوده است. به دنبال آنها تمدن چیمو و سپس اینکاها در این منطقه زندگی می کردند. این شهر یکی از شهری است که دره اهرام را که 250 هرم باستانی در آن قرار دارد و بزرگترین مجموعه اهرام در آمریکای جنوبی است تشکیل می‌دهد. پژوهشگران انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس MIT ربات چهارپایی را تولید کردند که می‌تواند در سطوح ناهموار بدود، بپرد، از پله و انواع ناهمواری‌ها بالا رود و در تمامی موارد تعادل خود را حفظ کند. این ربات همچنین میتواند بدنش را به جلو و عقب کشیده و به دو پهلوی خود بچرخد. در بدن این ربات هیچ گونه حسگر یا دوربینی کار گذاشته نشده و در نتیجه ربات قادر به دیدن نیست. زیرا دانشمندان میخواهند این ربات بتواند در تاریکی مطلق حرکت کند. پژوهشگران انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس این ربات را برای ماموریت‌هایی مانند جستجو و نجات که میتواند برای انسان خطرناک باشد، برنامه‌ریزی می‌کنند. جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا که در هاید پارک لندن برگزار می شود با شرکت خوانندگان بنامی همچون برونو مارس، راجر واترز، گروه راک کیور و جمعی دیگر از خوانندگان از امروز جمعه آغاز می شود. اما همزمانی فستیوال موسیقی امسال با
بازی‌های جام جهانی فوتبال و صعود تیم انگلستان به یک چهارم نهایی احتمالاً بر استقبال از این فستیوال تأثیر خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. غالباً یکی از نگرانی‌های شرکت کنندگان جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا شرایط آب و هوایی و بارش باران است. امسال صعود تیم فوتبال انگلیس و بازی‌های جام جهانی می‌تواند بر حال و هوای جشنواره تأثیر بگذارد. تا جایی که مدیر جشنواره نیز می‌گوید با نهاد پارک‌های سلطنتی برای کارهای پیش رو مشورت کرده است. ما در طول 10 روز برگزاری جشنواره برنامه‌های عالی تدارک دیدیم. با راجر وادرز شروع می‌کنیم و بعد با گروه راک کیور که 40مین سالگرد برنامه‌اش ادامه می‌دیم. شب بزرگیه. اریک کلپتون یک شنبه اجرا داره. بعد مایکل بوبله و برونو مارس رو داریم و آخرین اجرای اروپایی پال سایمون را در شب آخر برنامه خواهیم داشت. گروه موسیقی کانتری دو نفره شایرز روز جمعه 13 چه در هوای بارانی و چه آفتابی اجرا خواهد داشت. ما خیلی هیجان زده ایم. آهنگ‌های جدیدی از آلبوم جدید داریم که امیدواریم همه با همون همخونی کنن. خوشبختانه هوا نیز یاری کرده و این گروه دو نفره در حال تمرین آهنگ Stay the Night هستند. آهنگی که توسط اد شیران در مهمانی نشویل به آنها داده شده است. مدیر جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا میگوید جشنواره قطعاً با استقبال بسیاری از دوستداران موسیقی روبرو خواهد بود. به دلیل استقبال زیاد مردم از برنامه‌های مختلف با نهاد پارک‌های سلطنتی همکاری می‌کنیم، چون فکر کنم همه دلشون می‌خواد بدونن اجراها کی و چه زمانی خواهد بود. ششمین جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا به مدت 10 روز و از جمعه 6 تا یک شنبه 15 ژوئیه با اجراهای مختلف در فضای باز هاید پارک لندن برگزار خواهد شد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا. برنامه روی خط امشب می‌پردازد به موضوع ادامه اعتراضات در ایران و نکات مشترک تظاهرات. بهروز صمدبگی از این برنامه همراه ماست تا جزئیات بیشتری بهمون بده. شهرام، همونطور که میدونی دور جدید اعتراضات در ایران شروع شده، منتها اتفاقی که قابل مشاهده هست اینه که این اعتراضات به صورت مقطعی و گسسته است، یعنی هر بار در نقطه‌ای اعتراضاتی رو میبینیم و بعد دوباره به یک آرامش نسبی میرسه و باز دوباره شروع میشه، شاید در نقطه دیگر، در صنف و قشری دیگر. ما امشب میخوام این رو بررسی کنیم که آیا اساساً شما نقاط اشتراکی در این اعتراضات میبینید یا نه، شاید فکر میکنید که اینها با هم فرق دارن مطالباتشون، و اینکه فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی میتونه خشونت بیشتر بکنه یا خیر. برنامه موفقی خواهد. ممنونم. در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه 2018 تا دقایق دیگر، یعنی ساعت 6:30 عصر به وقت ایران، تیم‌های اوروگوئه و فرانسه نخستین دیدار مرحله 1/4 نهایی این جام را برگزار خواهند کرد. این دیدار سوای همه جذابیت‌هایش رویارویی دو منطقه فوتبال‌خیز جهان هم محسوب می‌شود، آمریکای جنوبی و اروپا. اما دیگر دیدار امشب نیز از همین ویژگی برخوردار است. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی و از نمایندگان آمریکای جنوبی به دیدار بلژیک از نمایندگان اروپا می رود که در این دوره از بازی‌ها کیفیت قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشته است. دیدار برزیل و بلژیک ساعت 10:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. فردا نیز سوئد و بریتانیا در مقابل هم سفارایی می کنند و روسیه به مسافه کرواسی خواهد رفت. و بینندگان عزیز، با این خبر ورزشی اولین بخش خبری روز جمعه به پایان رسید. با 2 بخش خبری دیگه با آخرین رویدادهای جهان به خدمت شما باز خواهیم گشت. عصر خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. این صدای آمریکاست.